سلام آقا، دومین جلسه تعمیر با ماست. دمتون گرم که اولا که هستین اینجایی، مرسی، ممنون. از هر جایی که اومدین سابسکرایب بکنین، سابسکرایب بکنین. و میگم که خب میدونید که من هفته یک دونه تمرین با ما میذارم براتون، و اگر هفته قبل رو تمرین کردین و این دومیه که خیلی عالی، اگر این اولیه بدونید که میتونید برید و از این بعد هی اضافه میشه، میتونید با هم ست بکنید، مثلا سه تا رو بردارید برای تمرین یک هفته تون. مثلا خدمتتون عرضم که تمرین امروزمون فور تایمه، یعنی من میخوام 5 راند یک تمرین رو همینجوری ادامه بدم تا ببینم که چه زمانی تمام میشه. معمولا استراحت بین حرکات نخواهیم داشت بچه‌ها، مگر اینکه لازم باشه، یعنی اگر خیلی فیت بودین همینجوری پشت به پشت بریم، اگر که احتیاج به استراحت داشتین آبی بخورین وایسین، هر جاش میتونید وایسید، یا بهتره که مثلا بین راند وایسین، بین حرکات اصلا استراحت نکنید، ولی بین راند میتونید یه مدت کوتاهی اگر نیاز داشتین استراحت بکنید. اگر استراحتی که من میکنم براتون کم بود، پاز بکنید، استراحتتون بکنید، بعد دوباره پلی بکنید. بعد خدمتتون هستم که الان من توضیح بدم، دقیقا به یادتون باشه من حوله نداشتم، اینجا همش خیلی سرخ شده بود. آقا ما هرش تو خونه گشتیم اون حوله‌ای که بتونی عرقتو باش پاک بکنی و اینا، همینو بده گردیم به این اندازه بود. ولی همسید چی بهتره، آبم که همراهتون داشته باشین. بعد من دوست دارم بچه ها که با لوازم خونه ورزش کنید، چون من میگم که از هر جایی، یعنی این ورزشی که ما میکنیم ورزشی در هر مکانی و هر ساعتی، به همین خاطر مثلا من اگر خودم بازم به تنهایی این تمرین رو بکنم، با این کتلبل امروز تمرین میکردم، ولی که این کتلبل رو میذاریم کنار و شما میتونید تمرین امروز رو با یه دونه مثلا شیشه نوشابه، با یه بطری نوشابه خانواده مثلا 2 لیتری امتحان کنید. از اونجایی که ما جدا توی خونمون هیچ کس نوشابه نمیخوره و نوشابه نداشتیم، من از دم شومینم و این چوبه رو برداشتم که همین تو همین وزنه هست حل و حوشش. حالا شما میتونید اگر وزنه ای دارید و میخواید با وزنه کتلبلی دامبلی چیزی دارید با اون، اگر نه حتی همین این مثلا یا یک شیشه 2 لیتری نوشابه هم میتونه کفایت بکنه. خدمتتون عرض بکنم که من تمارین رو دونه دونه خدمتتون برم. تناب هم احتیاج داریم، اگر تناب دارید و بلدین تناب زدن بلدین، اگر هم نه باز بهتون نشون میدم چیکار کنید. اول تمرین برای اینکه ضربانمو رو ببرم بالا، من میخوام 40 تا دونه دابل آندر بزنم، تعدادشون زیاد نیست، فقط ضربانمو باش میخوام بالا ببرم. دابل آندر یعنی من یه بار میپرم دو بار از زیر پام رد میکنم تنابو. اگر این براتون سخته دم سینگل بزنید، معمولی بزنید، منم بعد از روی بیام اینجا که اینجوری نکنه. آقا این میشه دابل آندر، یعنی چی؟ یعنی دو بار رد میشه. اگر این براتون سخته سینگل بزنید، یعنی عادی بزنید، همجوری یه دونه رچه از زیرش. و اگر ندارید تناب در منزل، فعلا تهیه نکردید یا بلد نیستین، همین حالت رو برید، یعنی حالش رو بگیرید. دابل آندر اگر میزنین 40 تا، اگر سینگل میزنین 60 تا، به خاطر اینکه خب کالری کمتری مصرف میکنه که ضربانتون یه مقداری ببره بالا. و بعد میایم میریم لانج میخوایم بریم، تمرین بعدیمون لانجه. من دوباره از این ور میام، باستن عقب، سر بالا پایین نباشه، به این حالت دست خفت میشه و از اینجا نگه میداریم، آروم میریم پایین، زانوتون به زمینم بخوره خوبه، و بعد با همینجا با این عضله کوادریسپسمون بر میگردیم سمت بالا. دوباره موقعی بالا آمدن نفس رو میدیم بیرون، 20 تا این شکلی، یعنی هر پایی 10 تا. اگر این براتون سنگینه تعدادش، میتونید بکنید 16 تا 13 تا 15 تا یا حتی 12 تا دیگه، 6 تا کمتر فکر میکنم که نه. بعد میخواییم پوشاپ بریم، ولی هند ریلیز. پوشاپ هند ریلیز چیه؟ همین پوشاپ معمولیه، همین شنای خودمونه که در حال اصطلاحا بشین بگیم شنا، ولی عوض این که همینجوری بریم پایین بیایم بالا، میریم پایین بدن رو میذاریم زمین و بعد میایم بالا، یعنی بدن پایین، دست جدا میشه و بعد میکشیم بالا. من میخوام 25 تا پوشاپ هندلیز برم. اگر شما براتون زیاده میتونید کمتر برید. اگر پوشاپ میگم نمیتونید برید، مادیفایدش رو بریم، یعنی رو ساده ترش رو بریم، زانواتون روی زمین بمونه ولی به همین کیفیت، بریم پایین دست رو بردارین اینجوری بیاییم بالا، دوباره بریم پایین دست رو بردارین بیاییم بالا. حالا تعدادش رو بر اساس اینکه چقدر براتون اوکیه هماهنگ بکنید.
دیگه 10 تا کمتر نریم دیگه، حالا خدا وکیلی. بعدش می‌خوایم پلانک بریم. پلانک چیه؟ دوباره من اون روز من میگه پلانک بریم. خب پلانک به این کیفیته، یک حرکتیه برای کور، برای عضلات کور بسیار بسیار خوبه. آرنجا رو اینجور میزنیم زمین و بعد در یک راستا، نه واسم بره پایین، نه اینجوری قلم بشه بیاد بالا، بدن در یک راستا. من میخوام سعی کنم که 30 ثانیه به حالت پلانک بمونم. اگر پلانک براتون سخت بود، میتونید دستتون رو به حالت طبیعی بذارید، آرنج رو نذارید و همینجوری بیاین بالا به این حالت. دوباره باستم پایین نره، بالا قلمبم نشه، همینجوری. حالا اگر هم 30 ثانیه براتون زیاده، میتونید مدت زمانش رو کمتر کنید. اگر 30 ثانیه براتون کمه، میتونید به 45 ثانیه یه دقیقه یه دقیقه نیم دمتون گرم، دمتون گرم. اگه بیشتر بتونید برید. و در نهایت تمرین آخرم میشه هیل تاچ، که اونم یک تمرینه برای کور، برای عضلات شکم. کف پا رو بذارین زمین، میایین اینجوری حدود مثلا 10 سانتی بدن رو بلند کنین و بعد این پاشنه رو بگیرین و بعد این پاشنه رو بگیرین. میریم 1 2 به این کیفیت. 20 تام هیل تاچ من میخوام دارم. بین حرکات استراحت قرار نیست بکنیم، مگر اینکه لازم بود آبی خواستیم بخورین. واقعا اگه خسته شدین صبر کنید، اگر فیت بودین همینجوری برین، چون این تمرین فور تایمه. برین ببینین که تو چه مدت زمانی میتونید تمامش کنید. من میخوام 5 راند برم، ولی کن شما میتونید حداقل 3 راند یا 4 راند یا 5 راند. اگر خیلی فیت بودین بابا برین حد 10 راند برین، دمتون گرم. حالا فعلا ما 5 راند رو میریم، الان گرم بکنیم با اجازهتون که بریم برای تمرین. دوباره دستا بالا، بکشم جی بالا. حالا قلاب کن تو هم، بگه از سطح گوشت بگه عقبتر، زیر بغل و سینه رو احساس بکنیم که کشیده میشه. بعد دست رو بکنیم، حالا هم دیگه برای حالت بیرون، هم دیگه دستتون به هم توی هم تنگی شده، بکشین این مقداری دستتون از هم. دستا رو که از هم سعی میکنید جدا بکنید، عضلات پشت و کتفمون احساس میکنید که کشیده داره میشه. بعد برعکس، حالا فشار بدین به هم، عضلات سینه تون احساس میکنید که به هم شورده میشه. حالا دستا رو دوباره تو همین حالت قلاب کنیم، آروم بکشیم عقب. آره عالیه. دست راست این کیفیت، دست چپم این کیفیت. اگر که توی خونه داریم با اینا تمرین میکنین و دوست داشتین، از خودتون فیلم بگیرین برای من تو صفحه اینستاگرام بفرستین، من استوری کنم، خودم ببینم، حال کنم، کلا بدونم که کاری که دارم میکنم یه نتیجه داره دیگه. بخیر کسایی دارن ازش استفاده میکنن. لطفاً دست رو عوض کنیم، کامنت برام بذارین و فیدبک بدین. خوب بود، بد بود، سنگین بود، سبک بود، چه مدل تمرین رو دوست دارید، کجاش خوشتون نیومد، به کدوم گروه های عضلانی کار بکنیم، یا به همین کیفیت. حالا آرنج رو اینجوری بیاریم دست رو جلو که آرنج اینی عضلات ساعدمون رو بکشیم. حالا این یکی، خب دست رو همین اگه برعکس بکنیم. مش کنیم، بذاریم اینجا، آروم بریم پایین. من و حامد سفارش دادیم که برامون چیز بیاد، از این هدست های بک استریت بویزی بیاد، اینه که مثلا بریتنی اسپیرز میذاشت از اونا بحال تره. توی اپلیکیشن همیشه هم داشتیم بیاد میشه راستی اپلیکیشن همیشه. بچه ها برید دوباره دفعه زنی بیشتر بید پایین، کماکان برقراره، مربی های بحال، کورسه بحال میتونیم با اونا تمرین کنیم. خب خیلی مفصل تر از تمرینیه که ما داریم. بریم بریم بالا. حالا دوباره به همون کیفیت پای چند روز این جلو، آروم اینجا حساس بگیم که شیده داری میشه. عوض کنیم. فشار بیاد به خود نهاری مداری فعلا میکشیم.
از بچه های پشت دوربین تشکر میکنیم. حامد برگرد نیروی از بالا و حامد کلن آدم کامنته، حامد آدم حرفم نیست. حتی اگه الان لایف بودیم داشت کامنت میذاشت. خیلی خوب، یه بارم کی با داچی بشینیم آروم. اینجوری بیاییم بالا. آروم بریم به سمت زانو را. آروم بریم به سمت زانو چپ. خب تمرینی که شروع کنیم با همراه تمرین اون گرم شدن خیلی حرکت پیچیده ای نداره. خب آقا بارو بریم ببینیم که این پنج راند ما در چند دقیقه تمام میکنیم. اگر هم خودتون میخواین گرم بکنین، استرش ندارین، لازم ندارین یا قبلا کردین یا میخواین روتین خودتون بریم، میتونیم تو یوتیوب بزنید توش بیاد سر تمرین که از اول وادو با هم بریم. پنج راند، راند اول آماده. برو بریم. این چهلتای من، شما اگه دارین سینگل میزنین که حالا باید بزنین. برو بریم. بعد میایم اینجا. چه دریایی بچه ها من میبینم. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه. فعی نیستم درست شما رو باشم. خب بریم پوشاپ هند ریلیز. آماده استراحت هم بگم وسطش خطر امکان نداشته باشیم. خب 25 تا یک، شما میتونید کمتر بریم یا بیشتر. امیدوارم این آرنج من اجازه بده ها که من بیام. خیلی خوب، حالا انشاءالله میام عملش میکنم درست میشه. آماده گو. 30 ثانیه بنگ. خب یه خاطره 30 ثانیه‌ای تعریف کنم. میگم که هیچ 15 ثانیهش گذشت طاقت بیار. Here we go. And 3 2 up. برو بریم هیل تاچ. راند اول چه زود داره تمام میشه. بح بح بح. یه ذره بیم بالا. 1 2 3 4 5 6 هفت نه ده نه هفت شش پنج چهار
3 2 1 ببندی اول تمام یه آبی بزنیم بریم بندی تو فرمان فعلا من نیاز به ساعت ندارم فعلا من نیاز دارم که خودم خوش کنم که اینجا خیس نشه حالا الان فعلا عرق اینجوری نشه برو بریم آماده راند 2 ای بابا بریم بانچ یکی رو این وری میرم هجر برم نما ببین بریم پوش اپ چقدر از این چوبه آشغال میرسه بچه جور برقی لازم اینجا بچه گو 8 1 2 3 4 5 آماده یه خاطره کوتاه 30 ثانیه‌ای بهش فکر کنین خاطره جدید بگم براتون گربمون دیروز به تحت اون جیش کرد ولی که معمولا نمی کنه این کارو امیدوارم که این روتین همیشهش نباشه پدر سکن بعد بریم هیل تاچ 10 سانتی از زمین بالا چون عرقم تازه داره میاد یه جوریه خوبه باله تو این تمرین رو راست بهتون میگم من همین الان یه چند دقیقه پیش نوشتم نمیدونستم چی از رو در میاد بعدی نشد اینو ببندیم که موقع رفتن نپره دوباره بیرون باز نشه بله راند 3 آغاز میکنیم
ای بابا من معمولا اینجوری نیستم ها. پیش بیا. بریم لانج. بسم الله. یک. دیگه من 10 تایی میشکارم، یعنی 10 جفت دارم. 2. لبخند یادتون نره، دندوناتون نشون بدین، یعنی خیلی داره خوش میگذره. برای من فیلم میگیریم میفرستیم با لبخند ها. بعد پوشا 5 روز یه خاطره 30 ثانیه‌ای چی بگم براتون؟ هیچی، من هیچی نگم به موزیک بشم. 10 ثانیه یا 5 3 2 1 خیلی عمالی هیل تاچ آقران دسته به همین راحتی. تمام. Here we go. Up. Yay. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میشه؟ از همه بیشتر همین و فشار میاره چون حرکتی که خیلی نمیزنم شاسی بهت میگم برای خودم یخته یخته ناشناس راند 4 باید بریم یپی خب دو راند دیگه مونده بچه ها ای بابا چونه نرمو شده اینجوری هم فیت نیستم من معمولا 130-140 تا دابل آندر رو حالا 100 تا رو راحت میرم یه ذر چرا اینجوری میشه نمیشه لانج آماده گو یک دو سه چهار
تا ماشاءالله. اگه استراحت خواستین پاوز کنین بعد بریم. راست و مستقیم از راست شکم رو با سن و صف بگیر. 15 ثانیه و تمام. اوکی یه دیگه فقط یه رنده دیگه بایستید سینه زدم Soll ich jetzt auf Deutsch reden? Ja, so. Die letzte Runde gehen wir auf Deutsch. Ganz hart. Oh. Sie nehmen es nicht heute. Bis zur Seite. Ich rede Almanie. Ich kann schon wieder. Also. Fertig machen. Und es geht los. مامزی رو نبینه چی بیدونم چه امروز واقعا نمیدونم چه شش سال تو اون فیاتیش مشکل این چیه؟ حالا دکی میدم گردنه سرسترام کنه. اوکی یت مخ ملونج اون آسیو یا پل بیر زیر نویس بکنیم دیگه
آخرش دیگه بچه ها لسکو یاقی سرم شد پوشاپ آماده بریم برای سیستمی پنگ و آپ میتونید کم کم حتی زمان پلانکتون رو بیشترم بکنین تا 1-2 دقیقه 5 دقیقه پلانک تمرین خیلی خوبیه برای قوی کردن عضلات کور خیلی باله بریم هیل تاچ و تمام گو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و تمام. حالا من پیشنهادم چیه؟ اگر واقعا خسته نشدین این رو ادامه بدین. مثلا من خدا وکیلی اینو فکر کنم مثلا اگه بخوام واقعا خیلی تمرین بکنم خوبه برم مثلا تا همین رو 10 راند برم، یعنی 5 راند اضافه بکنم، خب برای من خیلی بهتر. بعد حالا الان ولی که سرد میکنم که شما با هم سرد بکنین، ولی خب من این تمرین رو ضبط کردم که برای امروز فقط ضبط کرده باشم. اگر یه برنامه تمرین برای خودم این می بود، راستش بهتون بگم همینو 10 راند میرفتم و برام کاملا اوکی بود. حالا اگر شما راحتین بیشتر برین، اگرم که پارتو مشکل بوده و همون راند 3 یا 5 از من خدافظی کردین که خب حتما تاثیر بزنید جلو که این قسمت سرد کردن رو با هم بریم. خیلی هم خوب آروم با شکمتون با شکم تنفس کنید. وقتی نفس رو بگیم داخل شکم رو بیرون به سمت جلو حرکتش بدین، آهسته دست ها اصلا بذاری پات عکس، خیلی آهسته دامن حرکتی رو زیاد کن دیگه الان گرمه. بیم جلو، این دفعه قبل رفتیم کف دست رو شبیم سمت زمین، یه جلو شکم رو بکشیم بیره برای عقب. چه عرق خوبی کردم، خیلی باحال. یه بار دیگه جلو شکم، امروز کار زیاد رفت. آروم
پینچ ببینم. من دارم به گربه همون عدوشی در میرم ولی نمیرم. بودو بیا بیا بس ببینی میاد. شما را بیه حرفه ای هم من لازم خجالت میشه. خیلی آروم، لزومی نداره حتما بچه دستون به انگوشه پاتون برسه. تا اونجایی که میتونه وزن بدنتون اجازه میده به اذیت میموشین بریم پایین. دست بالا بادن بادن بالا دوباره پایین. کف پا رو بذاریم مقابل هم دیگه، بعد پا رو رها کنیم. حالا پاتون حتی تا این زاویه هم بود ایشی نداره با وزن خودت. پا رو میزنیم. این کارو لزوما نکنید اگر سختتونه، تا هر جایی که براتون امکانش هست. این حرکت از لحاظ ارتوپدیک خیلی حرکت مناسبی نیست برای من، البته اوکیه، ولی اگر احساس سختی میکنید انجامش ندید. تو همین موضوع کنید بیاد اقل کافیه. آهسته برنشین. دمتون حسابی گرم. این تمرین ما دو بود. به دوستانتون من رو معرفی کنیم، ما رو معرفی کنیم، مجموعه همونو بیاییم با هم تمرین کنیم، سابسکرایب کنیم که منم دلگرم بشم بتونم بیشتر تمرین براتون درست بکنم و بعدم بهم فیدبک بدیم خوب بود، بد بود، کجاشو دوست داشتیم، کجاشو دوست نداشتیم، چه شکلی باشه. و جینگولم بزنیم اینجوری زنگ و کات.